سرخط خبرها. کاهش تدریجی محدودیت‌ها در بعضی از کشورها، از باز شدن بزرگترین کارخانه خودروسازی در آلمان تا بازگشایی مدارس در چین. تلاش آمریکا برای دائمی کردن تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت. دولت ترامپ می‌خواهد با استفاده از برجام تحریم‌های سازمان ملل را برگرداند. یک کشته و چند زخمی در تظاهرات معترضان به فساد اخلاقی مقابل ولسوالی جاغوری غزنی. دو مأمور امنیتی برکنار شدند. و درس‌هایی که آفریقا از تجربه‌های گذشته برای مهار کرونا می‌گیرد. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که مدارس بعضی از شهرهای بزرگ چین درهایشان را به روی دانش آموزان باز کردند، در آلمان ماسک زدن اجباری شده. فولکس واگن آلمان هم که بزرگترین شرکت خودروسازی جهان است، تولیدش را از سر گرفته. اما در فرانسه شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرده که موجودیتش به خاطر بحران کرونا به خطر افتاده و ممکن است هزاران نفر را اخراج کند. مهتاد فرهمند نگاهی کرده به تازه‌ترین تحولات شیوع کرونا در جهان. آلمان گرچه شماری که از مبتلایان به ویروس کرونا گزارش کرده بیش از بریتانیا است، اما آمار جان باختگانش به یک سوم بریتانیا هم نمی رسد. این حس کامیابی هم آسانگیری آورده هم سختگیری. سختگیری با اجبار به پوشاندن بینی و دهان در اماکن عمومی و آسانگیری در از سرگیری کسب و کار، نه تنها در فروشگاه‌های کوچک که در کارخانه‌های بزرگ همچون فولکس واگن. پرفروش‌ترین خودروساز اروپا پس از هفته‌ها تعطیلی. بنز و BMW هم می‌روند تا از فولکس واگن پیروی کنند. نه تنها کارخانه‌ای که با فولکس قورباغه‌ای ارزان قیمت شهرت یافت، که تولید کننده خودروهای گرانبهای فراری هم کارگرهایش را سر کار برگردانده. البته فراری مثل خودروهایش شیک و گران عمل می کند. همه کارکنان را پیش از ورود نه تنها دمای بدنشان را می سنجند که از آنها آزمایش خون هم می گیرند. این سختگیری البته در ایتالیایی که پس از آمریکا و اسپانیا آلوده ترین کشور جهان به ویروس کرونا است غریب نیست. مردمش 7 هفته است طولانی ترین قرنطینه جهان را تجربه می کنند. هرچند وضع در ایتالیا روبه بهبودی است. دولت اعلام کرده که اوج آلودگی پشت سر گذاشته شده. آمار ابتلا و مرگ و میر روبه کاهش نهاده. از 1 هفته دیگر مردم می توانند پس از 2 ماه به تدریج روند بازگشت به زندگی عادی را آغاز کنند. مهرداد فرهمند، BBC. در آمریکا، نیویورک و چند ایالت دیگر بعد از نزدیک به 5 هفته تعطیلی به علت شیوع کرونا به تدریج بعضی از فعالیت‌های اقتصادی را از سر می‌گیرند. در روزهای اخیر اعتراض‌ها علیه ادامه قرنطینه و فشار برای باز کردن مراکز کسب و کار زیاد شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری هم از آنها حمایت کرده. کسری ناجی گزارش می‌دهد. در سان دیگو در کالیفرنیا دیروز تظاهرات آزادی. آزادی از یوغ تعطیلی‌های کرونا. این تظاهر کنندگان با تشویق رئیس جمهوری دونالد ترامپ به خیابان ها آمدند تا بخواهند کسب و کار از سر گرفته شود. علی‌رغم ادامه بحران شیوع ویروس کرونا، خیلی ها از طرفداران دونالد ترامپ اینجا با پرچم آمریکا آمد. در روی یکی از پلاکارت ها نوشته شده افراد سالم را سرکوب نکنید. قرار است ساحل دریا از امروز اینجا به روی مردم دوباره باز شود. در دنور در کلرادو خیلی ها نگران آیندهشان بعد از هفته ها تعطیلی کار و درآمد. پلیس این فرد رو دستگیر کرد که اسلحه به دست داشت. ایالت های کلرادو، میسیسیپی، مونتانا و تنسی هم قرار است امروز به بعضی دیگر از ایالت ها بپیوندند و بعضی از فعالیت های اقتصادی را آزاد کنند.
در نیویورک هم که شاهد بزرگترین مورد شیوع بیماری کووید 19 در آمریکا بوده، فرماندار با کاهش دامنه بیماری و شیوع ویروس کرونا به فکر برداشتن بعضی از محدودیت هاست. نمودارهای موارد بستری در بیمارستان‌ها و مرگ و میرها همه حاکی از کم شدن دامنه بحران است. او گفته است بعضی از مسابقات ورزشی می‌تواند بدون تماشاگر از سر گرفته شود. باشگاه‌های بیسبال مثلا می‌توانند بدون تماشاگر، اما با درآمد از محل پخش تلویزیونی مسابقه‌ها بخشی از درآمدشان را از سر بگیرند. در واشنگتن اما موضوع اصلی صحبت‌ها شخص دونالد ترامپ است. او بعد از آنکه روز جمعه گفت خوردن مواد ضد عفونی می‌تواند ویروس کرونا را از بین ببرد، موضوع گزارش‌ها و سخنان تمسخرآمیز زیادی شد. او حالا کنفرانس‌های مطبوعاتی روزانه‌اش را لغو کرده و در توییتی نوشته این کنفرانس‌های خبری چه فایده‌ای دارد وقتی که سوال‌های خبرنگاران رسانه‌های به درد نخور به قول او همه خصمانه است. او نوشته بعد هم رسانه‌ها از نشر حقایق خودداری می‌کنند. دونالد ترامپ حالا از کانال مورد علاقه‌اش فاکس نیوز هم قطع امید کرده. او گفته برای مسئولان این شبکه هم دیگر احترامی قائل نیست. گلی به خود در پایان هفته‌ای برای او که بدترین هفته‌اش از هنگام شروع ریاست جمهوریش عنوان شده. هفته‌ای که او در پایانش قانون کمک‌های 484 میلیارد دلاری را برای به راه انداختن اقتصاد کشور امضا کرد. کسرانجی بی بی سی. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بعد از چند هفته دوری از سکان اداره کشور به خاطر ابتلا به کرونا امروز کارش را از سر گرفت. او در اولین موضع‌گیری در بازگشت به امارت شماره 10 نخست وزیری گفت دولت هنوز نمیتواند بگوید که قرنطینه و محدودیت‌های اجتماعی برای کنترل شیوع کرونا کی و چگونه کاهش خواهد یافت. عملکرد دولت بریتانیا در مدیریت بحران کرونا با انتقادهای فزاینده‌ای روبرو است. من و دولت فوریتی را که شما حس می‌کنید درک می‌کنیم، ولی در عین حال نمی‌توانیم در برابر احتمال موج دوم همه‌گیری خطر کنیم، خطر گسترش دوباره این ویروس و رشد درصد ابتلا، چون این تنها به مرگ و بیماری بیشتر نمی‌انجامد، بلکه به دنبال آن یک فاجعه اقتصادی خواهد بود. آن وقت مجبور می‌شویم دوباره ترمز کنیم، کل کشور و اقتصاد را متوقف کنیم و محدودیت‌های بیشتری وضع کنیم که ضرر بیشتری به اقتصاد خواهد زد. می‌دانم کار سختی است و دلم هم می‌خواهد که چرخ‌های اقتصاد زودتر دوباره راه بیفتد، اما نمی‌توانم تمام تلاش و از خودگذشتگی مردم بریتانیا را به دور بریزم و شما را دوباره در خطر موج دوم این بیماری و مرگ قرار دهم. از شما می‌خواهم که طاقت بیاورید، چون ما به پایان دور اول این درگیری نزدیک می‌شویم و علی‌رغم همه سختی که کشیدیم در پایان این دور نسبتاً موفق بودیم. ما کمبود دستگاه‌های تنفسی و تخت‌های ICU نداشتیم و اجازه ندادیم سیستم خدمات درمانی فرو بریزد. بوریس جانسون بود نخست وزیر بریتانیا. روزنامه نیویورک تایمز خبر داده که وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد به موازات تلاش برای دائمی کردن تحریم تسلیحاتی ایران از برجام استفاده کند، همان برجامی که دولت ترامپ یک طرفه از آن خارج شد. بر اساس این گزارش آمریکا می‌خواهد مدعی شود که از نظر حقوقی همچنان در برجام حضور دارد تا امکان برگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را مثل زمان قبل از برجام داشته باشد. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم تسلیحاتی ایران 6 ماه دیگر تمام می شود. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن از خانه‌اش در ایالت مریلند در همسایگی پایتخت آمریکا با ما. هادی، اساساً آیا چنین امکانی داره آمریکا؟ خیلی ها در ساعات گذشته که این گزارش منتشر شده با نگاه تردید در این باره تحلیل کردند، از جمله کسانی که حامی افزایش فشار بر جمهوری اسلامی بودند، از جمله کسانی که منتقد برجام بودند در مؤسسات فکری در واشنگتن ابراز تردید کردند یا حداقل ابراز تعجب کردند از اینکه آمریکا با وجود اعلام ترک برجام قصد داره از قطعنامه 2231 که در واقع برگی رسمی بر توافق هسته‌ای در شورای امنیت سازمان ملل بود استفاده بکنه. هرچند تحلیلگران و سیاست پردازان نزدیک به دولت آمریکا و همینطور به نظر میرسه دستیاران وزیر خارجه آمریکا نظرشون بر اینه که چون در متن قطعنامه شورای امنیت متن قطعنامه 2231 اسم آمریکا از جمله به عنوان یکی از
مشارکت کنندگان اولیه در این توافق هسته‌ای ذکر شده و بعد از اون در شورای امنیت دیگه قطعنامه یا سندی نیامده که آمریکا رسما از این عنوان حذف بشه. به این ترتیب ایالات متحده اونها معتقدن که این اختیار رو داره که از بندی از قطعنامه استفاده بکنه که اگر ایران از تعهداتش عدول بکنه، تعهداتش در برجام، هر کدوم از طرفین، هر کدوم از شش کشور طرف برجام میتونن به طور یک جانبه و فارغ از قید وتو تمام تحریم های شورای امنیت علیه ایران که قبل از برجام تصمیم شده بود رو برگردونن. ولی منتقدان این اقدام، منتقدان چنین استدلال حقوقی که طیف وسیعی دارن، هم از منتقدان برجام هستن، هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش توییت کرده، میگن که از جمله اطلاعیه کاخ سفید برای ترک برجام در عنوانش توقف مشارکت در برجام بود و به این ترتیب معتقدن که این اقدام آمریکا حداقل عجیب هست اگر به گمان بعضی ها غیر حقوقی و غیر وارد باشه. متشکرم هادی نیلی خبرنگار ما. و اما بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ما. آقای بیات، نظر شما چیه؟ آیا بر اساس متن برجام آمریکا کماکان جزء یکی از کشورهای حاضر در برجام محسوب میشه، میتونه استفاده بکنه از امکانات حقوقی حضور در برجام؟ خب نمیشه قراردادی ببندی بعد به همش بزنی بگی من هنوز قرارداد قبول دارم. یعنی قاعدتا همچی چیزی شدنی نیست. یاد کنید برای رسیدن به اون هدفی که امریکا الان در نظر داره، دو تا راه پیش بینی شده که هر دو از طریق برجام صورت میگیره. یه طریقش اینه که کار عادی را متداول و در برجام انجام بدی، شکایت بکنی که بگی یک طرفی به تعهداتش عمل نکرده، یک پروسدوری رو طی بکنی، یه سری اقدامات، و بعد آخر سر به شورای امنیت میرسه که اون در واقع اون مکانیزم معاشرت. یه طریق دیگه، طریق از این راهه که طریق قطعنامه 2231، ولی آن هم بدون شرکت کشورهایی که در برجام مشارکت دارند و اون منعقد کرده و هنوز حضور دارند شدنی نیست. البته راهی که برای امریکا خواهد ماند، هنوز اینو اضافه بکنم، من وقتی که امریکا از موضوع از این خارج شد اندکی هم تعجب کردم که چرا در واقع این امکانات از خودشون گرفتن که یک وقتی بتونن موضوع این چاشنی رو، این سیاست سناپ بک رو عملی بکنن. منتها خب آقای ترامپ اون موقع یک هدف دیگر داشت، می‌خواست به خاطر تبلیغات دیگری و الان به خاطر تبلیغات دیگر، یعنی سیاست منسجم از طرف امریکا نیست. حالا سعی میکنن از این طریق جبرانش کنن. فکر میکنم بسیار مشکل باشه از طریقی که همکارتون آقای نیلی مطرح کرد، از این طریق امریکا بتونه کارش پیش ببره. راهی که خواهد موند اینه که یکی از کشورهای اروپایی حاضر باشن با امریکا همراهی بکنه. آیا ممکنه یکی از کشورهای اروپایی همکاری بکنن با آمریکا؟ تا الان که خیلی بعید میدونم. آیا بوریس جانسون چگونه عمل بکند با توجه به نزدیکیش با آقای ترامپ، هم نزدیکی تفکرش هم نزدیکی عملیش؟ خب این جای سوال داره. تا الان نشانه هایی از این دیده نشده، اما این میتونه یه مسیر باشه که از این طریق بتونن کار انجام برسونن، امریکایی‌ها بتونن مکانیزم معاشره عملی بکنن. بعد اگه توجه بکنیم در گزارش نیویورک تایمز اومده که امریکایی‌ها اول یک طرح قطعنامه میخوان ببرن که ایران رو منع بکنن از فروش یا صدور سلاح‌ها به کشورهای دیگه، و اون چون با وتو روبرو خواهد شد این مسیر رو طی خواهند کرد که الان، و به این ترتیب هم هست که ایران در ماه اکتبر تازه فقط سلاح‌های سبک میتونه وارد بکنه، بخره در جهان. سلاح‌های سنگین مثل موشک و اینا تازه 3 سال بعده. حالا امریکا، آقای ترامپ چرا الان به این فکر افتاده؟ جای تعجب داره. حدس می‌زنم احتیاج تبلیغاتی بهش داشته باشه. متشکرم. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای با ما.
آمریکا یک بار دیگر معافیت عراق از تحریم‌ها علیه ایران را برای خرید برق و گاز تمدید کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته هدف تمدید این محدودیت دادن فرصت به روند تشکیل دولت در عراق بوده. این در حالی است که 5 ماه بعد از استعفای عادل عبدالمهدی از نخست وزیری هنوز کسی جانشین او نشده. همکارم نفیسه کوهنورد در استودیو به ما پیوسته. نفیسه، چرا آمریکا هی کوتاه میاد؟ کوتاه کوتاه داره تمدید میکنه، کوتاه نیومده اتفاقا رانا کوتاه میاد. برای اینکه به نظر از یک طرف داره میبینه که خب عراق نمیتونه عملا اون برق خودش رو تامین بکنه، ولی در حال حاضر به نظر میرسه یک نوع تبدیل شده به یک نوع گروکشی سیاسی هم از طرف آمریکا، به خاطر اینکه حرف آمریکا الان چندین سال اینه که عراق باید به خودکفایی برسه در تولید برق و اجازه بده که کشورهای دیگه بیان سرمایه گذاری بکنن و راه دیگه ای برای تامین برقش پیدا بکنه. و جالبه که خیلی مستقیم دیگه این بار به تشکیل دولت عراق اشاره کردن، چیزی که همیشه بین ایران و آمریکا بر سرش کشمکش هست در داخل عراق، و الان 12 هفته است که این کشور نخست وزیر نداره و هنوزم به نظر میرسه با اینکه مصطفی کاظمی به عنوان نامزد نخست وزیری انتخاب شده برای سومین بار، الان سومین نامزد نخست وزیری در این چند مدت، هنوز به نظر نمیرسه که بتونن دولت رو تشکیل بدن به خاطر اختلاف عمیقی که بین گروه ها وجود داره، همینطور کشمکشی که بین آمریکا و گروه‌های نزدیک به آمریکا، گروه‌های نزدیک به ایران وجود داره بر سر اینکه چه کسانی بر چه پست‌هایی در این کابینه قرار بگیرن. برای همین هم هست که به نظر میرسه این رو به عنوان شرط گذاشته تا ببینه کابینه تا چه حدی خواسته‌های آمریکا رو میتونه فراهم بکنه. به هر حال این بخشی از فشار 100% آمریکاست، به خصوص بر روی عراق که فاصله‌اش رو با ایران بیشتر بکنه. خیلی کوتاه، اصلا حالا فرض می‌گیریم که دولت تشکیل شد، آیا عراق ظرفیت تولید برق مورد نیازش رو داره؟ اتفاقا الان داشتم میدیدم که وزیر برق کنونی عراق یه توییت کرده که میگه ما 25% زیرساخت‌های ما ویران شده در طول جنگ و ما امکان این رو هنوز نداشتیم که این کار رو انجام بدیم، بازسازی بکنیم. در بهترین حالت به 3-4 سال وقت نیاز داریم که بتونیم این بازسازی رو انجام بدیم، اگر دولتی وجود داشته باشه، که در حال حاضر دولت هم وجود نداره. رعنا متشکرم. نفیسه کوهنورد در استودیو با ما. تظاهرات 10 ها نفر از اهالی ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی افغانستان که در اعتراض به فساد اخلاقی جلوی ساختمان ولسوالی تجمع کرده بودند به خشونت کشیده شد. 1 نفر جان باخته و چند نفر زخمی شدند. در این ارتباط 2 مقام امنیتی هم برکنار شدند. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل به ما پیوسته. نسرین، اول از اینجا شروع کنیم که اعتراض به چی بوده دقیقا؟ مردم به تجاوز 2 سرباز پلیس اعتراض کردند. این اعتراض ها شب گذشته در مقابل فرمانداری این ولسوالی صورت گرفته و مردم مدعی بودند که دو سرباز پلیسی که هنگام تجاوز بالفعل به 2 دختر بازداشت شدن، حالا باید مورد بازجویی قرار بگیرن و به وسیله همین اعتراض ها خواستار بازداشت مسئولین محلی و امنیتی در این ولسوالی شدن. اگرچه خواست این معترضین از طرف وزارت داخله قبول شده، اما در نهایت این اعتراض ها به خشونت کشیده شده. وزارت داخله گفته که 2 سرباز پلیس متهم بازداشت شدن و در کنارش فرماندار این ولسوالی، آمر جنایی و فرمانده پلیس این ولسوالی هم مورد بازجویی قرار گرفتن، از وظیفه‌شان هم برکنار شدن و افراد جدید به عنوان سرپرست فعلا مقرر شدن. ولی اینکه چطور این به اعتراض کشیده شده، منابع رسمی مشخصا از تیراندازی یاد نکردن، ولی گزارش هایی هست که میگه وقتی که مردم به ساختمان این ولسوالی هجوم بردن، نیروهای امنیتی تیراندازی کردن و در نهایت این اعتراض ها با تلفات تمام شده. آمار تلفات متفاوت است از منابع مختلف، ولی مدیر صحت این ولسوالی گفته که 1 کشته و 9 زخمی در نتیجه این اعتراض ها به مراکز صحی منتقل شده. خیلی کوتاه، آیا الان شهر آرومه یا اینکه کماکان تنش ادامه داره؟ خب یک عضو شورای ولایتی این ولسوالی گفته که
بعد از اعتراض هم یک تعداد این افراد هنوز هم در ساختمان این ولسوالی هستن و پیگیر ماجرا هستن تا اینکه مطمئن بشن این قضیه حتما مورد پیگرد قرار میگیره. ولی خب اعتراض به شکلی که دیشب بود حالا دیگه نیست، مردمی که معترض بودن و خشونتی که ایجاد شده کلا تمام شده، ولی مردم همچنان در ارتباط با مسئولین خواستار پیگرد قانونی این موضوع هستن. متشکرم. نسرین نوا از کابل با ما. در قاره آفریقا ابولا، سل، مالاریا و ایدز جان بسیاری را گرفته. اما همین باعث شده که بسیاری از دانشمندان و پزشکان رو به نوآوری بیارند. آنسوی خبرنگار ارشد بی بی سی در آفریقا میگوید تجربه های قبلی این قاره را در مبارزه با کرونا در شرایط بهتری قرار داده. بیماری ابولا در کنگو برای ماها همسایه های این کشور را در معرض خطر قرار داده بود. این روال معمول در سالن‌های ورودی در خیلی از کشورهای آفریقایی بود تا اینکه کرونا و قلبورگری‌ها در ورودی کشورها شدیدتر شد. در این مبارزه قاره آفریقا برتری خاصی داشت. تأخیر در شیوع کرونا توانست کمک زیادی برای آماده سازی کشورهای آفریقایی بکند. آفریقا از برتری زمانی برخوردار بود. اونا تونسته بودند ببینن که برخورد کشورهای غربی و آسیایی با این ویروس چگونه بوده. برای من جالبه که برعکس کشورهای غربی و چین، آفریقایی‌ها وسعت و تبعات این بیماری را انکار نکردند. این قابل تقدیره که کشورهای آفریقایی در مبارزه با کرونا کاملا جدی بودند. مثل زمان شیوع ابولا، عادات مردم در جوامع آفریقایی به سرعت در حال تغییر است. در حال حاضر آمده شد در بیشتر این قاره مختص کامیون های حامل محموله هاست. در دهه های 80 و 90 میلادی این اتوبان از بندر مومباسا در کنیا تا کیکالی پایتخت رواندا مسیری بود که ویروس اچ‌آی‌وی تونست به مناطق روستایی برسه. مرکزهایی که کامیون ها شبها در آن توقف می کردن تبدیل شده بود به نقطه اصلی شیوع ابولا. حالا در مبارزه با کرونا کشورها این مراکز رو در گروه های پرخطر قرار دادن و اینجا در کنیا کامیون ها همگی بررسی میشن، اما در اوگاندا مسئله جدی تره. اونجا از تمام راننده های کامیون هایی که وارد شهر میشن تست میگیرن. وضعیت در آفریقای جنوبی متفاوت است. با اینکه این کشور بالاترین آمار شیوع کرونا را در قاره آفریقا دارد، واکنش گروه های بهداشتی سریع‌تر بوده. تجهیزاتی که برای آزمایش بیماری سل استفاده می شد، حالا برای کرونا مورد استفاده قرار می گیرد. در غرب با بحران شدید روبرو هستند. به خاطر همین از هر نوع آزمایشی دارن استفاده می کنند. و ما در آخر صف درخواست وسایل آزمایش و کمک جهانی قرار داریم. پس باید خودمان تلاش کنیم و چیزهایی را که می خواهیم با استفاده از فناوری های داخلی به دست بیاوریم. و این کاریست که دانشمندان در آزمایشگاه دزموند توتو مشغول آن هستند. در جایی که آزمایش ها برای بیماری سل صورت می گرفت، حالا از نمونه های تنفسی برای کرونا استفاده می شود. مبارزه‌ای برای پیدا کردن راه حلی داخلی برای مشکلی جهانی. شانس غلبه بر کرونا در قاره آفریقا در گروه پاسخ سریع و قاطع به گسترش این ویروس خواهد بود. تلاش ها در این قاره جریان دارد، اما هنوز خیلی زود است که از شکست کرونا صحبت کرد. آنسوی، BBC نیوز، نیروبی. وقتی که محدودیت‌های تردد مربوط به کرونا در جهان شروع شد، یک گروه از دانش آموزان هلندی با یک مشکل روبرو شدند. اونها در یک سفر دریایی اطراف دریای کارائیب بودند که فهمیدند همه پروازها لغو شده. در نتیجه تصمیم گرفتند به سفر دریاییشون ادامه بدند. سفری که در یک کشتی 100 ساله از کوبا آغاز شد و هزاران کیلومتر طرفتر در بندر هارلینگن در هلند به پایان رسید. جزئیات ماجرا در گزارشی از تیلمالمن. It's fair to say school trips. سفرهای مدرسه‌ای معمولاً به این شکل به پایان نمی‌رسه. مثل یک تسخیر کننده دریاها، کشتی وایلد سوان به سمت بندر آمد. روی عرشه 25 دانش آموز 14 تا 17 ساله بودند که روی دریاهای آزاد سفر کرده بودند. یک سفر خارق‌العاده برای آنها و معلم‌هاشون. من برنامه داشتم که ماه آینده ازدواج کنم، اما حالا اتفاق نمیفته.
نمیدونم ببینیم چی میشه. شاید چیزی که بچه ها در این سفر یاد گرفتن اینه که هر تصمیم و برنامه ممکنه در زندگی سریع عوض بشه. این دانش آموزها برای یک دوره آموزشی 6 هفته‌ای در کشتی بودند که شیوع کرونا شروع شد. پروازشون از کوبا لغو شد. به خاطر همین تصمیم گرفتن که سراسر اقیانوس اطلس رو سفر کنن. سفری 7000 کیلومتری که 5 هفته طول کشید. در کشتی درس‌هاشون رو هم خوندن و مطمئن شدن که همه چیز کشتی مرتب و سر جای خودشه. یه مقدار سخت بود. داخل کشتی زیاد بزرگ نیست و تعداد ما زیاد بود. به خاطر همین بعضی وقتا اعصابمون خرد میشد و دعواهایی هم داشتیم که خیلی زود برطرف میشد چون توی فضای کوچیک با هم بودیم. بعد از پهلو گرفتن کشتی یکی یکی خارج شدند و با خانواده‌هاشون دیدار کردند. زندگی در دریاهای آزاد همچنان خوب و آرام در جریان است. اما هیچ جا خانه خود آدم نمیشه. میمونه بخش خبری با هم مهربون باشین.